درود به شما هنرمندان عزیز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. برای طراحی سه‌بعدی اولین کاری که میکنم میام یه دونه تکس ایجاد میکنم. تی رو اینجا مینویسم ساره اسکی، اسکی رو میارم پاراگراف بعدی قرار میدم به این صورت باشه. میام تو قسمت کاراکتر سایزش رو سایز بزرگ قرار میدم. فونتتون رو تا جایی میتونید یک فونت درشت انتخاب بکنید که یک فونت ضخیم باشه. حالا من روی آریال کلیک میکنم و آریال بولد رو اینجا میذارم که از اینجا هم باز شما میتونید انتخاب کنید. بلک رو انتخاب کنم خب خیلی بهتره. سایزش رو میتونیم یک مقدار دیگه بزرگترش کنم و فاصلش رو میخوام خیلی کم بکنم، یعنی اسکیل بچسبه به ساره، فاصلش رو کم میکنم. البته میتونیم اینجا عدد هم بهش بینیم، روی 72 خب خیلی زیاده، من روی 100 قرار بدم. باز میتونم بیارمش پایین تر، اینجوری باشه خب خیلی بهتر. خوبه، حالا میام تو قسمت سوارچز، رنگ رو میخوام انتخاب بکنم. ما سه تا رنگ میخوام داشته باشیم. یه دونه رنگ روشن، روش دابل کلیک میکنم که حالت گلوبالش بکنم، و یه دونه رنگ خاکستری، دوباره یک حالت گلوبال میخوام بهش بدم، و رنگ مشکی که نه، خاکستری تیره، باز مجدد این کار رو انجام میدم. روی رنگ روشن کلیک میکنم. الان بکگراندمون سفید مشخص نیست، یه دونه بکگراند هم میخوایم داشته باشیم. رکتنگل رو انتخاب میکنم، یه دونه هم رکتنگل اینجا میکشم و زمینه رو میخوام حالت گرادینت بهش بدم. اول راست کلیک میکنم و تو بک، یعنی زیر سار اسکیل قرار بگیره. روی گرادینت کلیک میکنم، گرادینت رو روش کلیک میکنم، یه همچین حالتی رو بهمون بده. توی این قسمت گرادینت اسلایده رنگ مشکیه و من رنگ مشکی رو میخوام حالا یک مقدار رنگش رو ببرم به سمت خاکستری. میتونم روش کلیک میکنم، روی گری اسکیل بذارمش و یکم رنگ خاکستری تیره باشه و این یکی هم که حالت سفید خودش رو داره. خوبه، و اینجا هم من میتونم دوباره بیام روی RGB هم دوباره قرارش میدم. خب اینجوری بهتره، میخوام روی RGB باشه و قسمت اوپاسیتی روی 70%، روی 80%. خوبه، خب بک‌گراند انتخاب میکنم، کنترل تو رو میزنم روی صفحه قفل بشه، سار اسکیل رو انتخاب میکنم. میتونیم حالا وسط چینش هم بکنیم از قسمت الاین. و برای اینکه شما بتونین سه‌بعدی بکنین طرحتون رو، حتما باید تکستون از حالت تکست خارج بشه. برای این کار میتونین بیان تو قسمت تایپ و این قسمت کرییت اوتلاین یا شیفت و کنترل او رو بزنین، که راحت ترین راهش اینه که انتخابش کنین، راست کلیک و کرییت اوتلاین رو بزنین، از حالت تکست خارجش میکنم. حالا میون تو قسمت سواچز، اینجا سواچز رنگ روشن‌ترین رو میتونیم انتخاب بکنیم. برای اینکه از بلند بخوایم استفاده بکنیم، میتونیم کنترل سی اف رو بزنیم، یه کپی عین خودش روی خودش برامون بگیره. میتونیم تو قسمت ادیت و کپی پیست این فرانت هم انتخاب بکنیم. انتخابش میکنم، با گرفتن شیفت و آلت یک مقدار کوچیکترش میکنم که اونجا قرار بگیره. حالا رنگ تیره ترین رو انتخاب میکنم که اینجا گلوبالش کردیم، راست کلیک میکنم، تو قسمت ارنج میام، سند بکوارد رو میزنم، خاطر که میخوام پشت سر اسکیل بزرگی قرار بگیره. دیدین به چه صورت بود. حالا جفتش رو با هم انتخاب بکنم، بیام تو قسمت آبجکت و این قسمت بلند و میک رو بزنم، که در مورد بلند کامل توضیح دادم به چه صورت توی 0-100 ایلوستریتور، لینکش رو بالا براتون میذارم. دوباره میام تو قسمت آبجکت، همونجوری که انتخاب شده هست، دوباره میام تو قسمت بلند و بلند آپشن رو انتخاب میکنیم. تو قسمت اسپیسینگ اسپسیفاید استپ رو انتخاب میکنیم و میخوام فاصله بین دو تا سار اسکیل که هست فاصلهش رو زیاد کنم. یعنی هر چقدر من با اسکرول دارم عدد رو زیاد میکنم، فاصله ها بیشتر میشه و میخوام اینقدر عدد رو زیاد بکنم که کلا محو بشه و یه تیکه بشه. پس عدد 500 رو بهش میدم و اوکی رو میزنم. الان میبینید یه تیکه شد اون حالت سه‌بعدی ما. خب این از این قسمت. و حالا من میخوام یه دونه کپی از سار اسکیل بزرگه بگیرم. خب روی این قسمت دابل کلیک میکنیم به جایی که این بالا خاکستری بشه و سار اسکیل بزرگه رو انتخاب میکنم، و دوباره میتونیم کنترل سی اف رو بزنیم. میتونم بگم تو قسمت ادیت کپی رو بزنیم، دوباره قسمت ادیت پیست این فرونت رو روش کلیک بکنیم که یه دونه از سار اسکیل بهمون بده.
آیا روی کیبورد رو میزم آی دراپر انتخاب میکنم، رنگ بک‌گراند رو میخوام بگیرم، یک کلیک میزنم که رنگ بک‌گراند رو بهم بده، اجازه میدم که رنگ بک‌گراند روی سار اسکیل اعمال بشه. ببینیم به این صورت. همینطور که انتخاب شده هست میام تو قسمت گرادینت، میتونیم گرادینت رو اینجا تغییر بدیم، یه دونه ریورس رو میزنم حالت برعکس بشه، برعکس گرادینت بشه. میتونیم این قسمت زاویه رو تغییر بدیم، مثلا زاویه رو میبرم بالا، مثلا روی 30 درجه میذارمش، همچین حالتی رو میخوام بهش بدم. میتونیم این قسمت اوپاسیتی رو یک مقدار بزنیم روی اوپاسیتی، من مثلا روی 70% بخوام قرارش بدم، میخوام روشنش بکنم یا روی 60%، یه همچین حالتی رو بهش میدم. ببینید من میام تو قسمت لایرها، میبینید یه دونه کپی ازش گرفتیم، این قسمتی که کپی گرفتیم تو قسمت بلند ها نباید باشه اگه بخوایم یک سایه بهش بدیم. این قسمتی که کپی گرفتیم رو میکشم و بیرون از لایر بلند قرارش میدم اینجا. حالا انتخابش میکنم، میام تو قسمت آبجکت و اکسپند رو روش کلیک میکنم و اوکی رو میزنم. ببینید حالت بلندی نباشه، ببینید یه همچین شکلی بشه. خب حالا میام تو قسمت پرپرتیز و این قسمت پرپرتیز روی فلیپ ورتیکالی قرارش بدیم. میتونیم با کلیدهای جهتنمایی روی کیبورد بکشیم بیاریمش پایین، خودمونم به این صورت میتونیم بکشیمش اینجا قرارش بدیم. انتخابش میکنم، میام توی سواچز خاکستری روشن بهش میدم، البته یکم با بک‌گراند این رنگ خوبه. همه رو با هم انتخاب میکنم، یک مقدار میارم اینجا قرارش میدم، دوباره سایه رو انتخاب میکنم، اوپاسیتی سایه رو میام اینجا کمش میکنم. خب سایه زیاد نباید حالا دیده بشه دیگه، مثلا روی 50 قرارش میدم، یه سایه این مدلی بهش بدم و هنوزم میتونه کمتر باشه، روی 30%. راست کلیک میکنم ارنج و تو بکوارد، یعنی میخوام زیر سار اسکیل اصلی قرار بگیره، یعنی همچین حالتی. مثلا من میام یه دونه بک‌گراند اینجا میکشم، خب رنگ بک‌گراند رو همین رو قرار میدم، روی تمام المان هم قرارش میدم، مثلا رنگش رو میام یک رنگ حالا بنفش روشن میذارم. بعد میام تو قسمت ترانسپرنسی، ترانسپرنسیش رو روی کالر قرار میدم که شما میتونید رنگ اون سالرسکی رو هم تغییر بدین. دوباره میتونید از اینجا میان رنگتون رو تغییر بدین، مثلا به رنگ آبی میخوام باشه، هر رنگی که باشه میتونید رنگ رو بهش بدین. یه همچین چیزی رو میتونید طراحی کنید. Thank you.